شما بیننده ی حاشیه نیوز هستید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. در حاشیه نیوز ببینید رونمایی از کیان 700 کشنده ی تانک ها و مقایسه آن با نمونه های آمریکایی. طبیعی است که تحرک یکی از نکات مهم و کلیدی برای هر نیروی نظامی محسوب می شود. لذا در نیروهای زمینی و خصوصاً شاخه زرهی و خودرویی این مسئله بسیار مهمتر و چشمگیرتر خواهد بود. در این حال مسئله افزایش تحرک از جمله بحث هایی است که به صورت همیشگی توسط فرمانده کل قوا نیز روی آن تاکید شده و می توان آن را جزو مهمترین دستورات ایشان به کلیه یگانهای نیروهای مسلح قلمداد کرد. بر این اساس کشنده های تانک ها و خودروهای زرهی بخشی بسیار مهم و البته کمتر شناخته شده در یگان های رزمی زرهی به حساب می آیند که نقش بسیار قابل توجهی در افزایش قدرت جابجایی یگان ها بازی می کنند. در مرحله اول شاید این سوال برای شما پیش بیاید که اصولاً چرا وقتی یک تانک توان حرکت دارد نیازی به یک خودرو برای حمله یک وسیله متحرک دیگر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در این بخش چند فاکتور مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. اولاً در زمان استفاده از تانک برها می‌توان معمولاً مسافت‌های بیشتری را در زمان کمتر و البته با مصرف سوخت کمتری طی کرد. هرچه سرزمین شما گسترده‌تر یا حجم یگان‌های زرهی و مکانیزه شما بیشتر باشد، این مسئله بیشتر خود را نشان می‌دهد. مسئله بعدی این که تانک‌ها و خودروهای زرهی نیز چه در مدل‌های چرخدار و چه شنیدار مثل خودروهای معمولی دارای عمر مشخص خاصی در بخش شنی و چرخ‌ها هستند. تصور کنید یگانی که برای مثال در اطراف شهر قزوین حضور دارد دستور می‌گیرد که به سرعت خود را به خوزستان برساند. در این شرایط باید چند صد کیلومتر طی شود و مشخصاً اگر تانک‌ها رأساً این مسیر را طی کنند، فشار زیادی به شنی‌ها وارد شده و باعث می‌شود زمان تعویض آنها زودتر از حد معمول سر برسد. این پروسه نسبت به تعویض چرخ‌ها بسیار زمان برتر و البته پرهزینه‌تر است و می‌تواند ناگهان در میان یک عملیات رزمی تعدادی از تانک ها و زره پوش های نیروهای خودی را از وضعیت عملیاتی خارج کند. مسئله بعدی لزوم حفظ سلامت جاده ها است. فراموش نکنید که جاده ها در نقش رگهای حیاتی یک کشور هستند و از مسافران، کالا، نیروی نظامی و اصولا هر چیزی که لازم است با وسایل نقلیه غیر ریلی از روی زمین منتقل شود به نوعی نیاز به جاده دارد. در صورت حضور تانک ها به صورت مستقیم در روی جاده ها به علت وزن بالا و البته شکل شنی آنها آسیب به جاده حتمی بوده و این مسئله هزینه های زیادی را برای دولت آن کشور ایجاد می کند و در این حال ممکن است در شرایط حساس باعث حتی غیر عملیاتی شدن بخشی از مسیر جاده ای شود که خود یک مسئله بسیار خطرناک در زمان درگیری خواهد بود. بعد از مطرح کردن یک کلیات از لزوم و چرایی داشتن ناوگانی از کشنده ها برای قوای زرهی به وضعیت ایران میپردازیم. با شروع جنگ و نیاز مبرم کشور به خودروی تانک، نزاجا با مشکلات فراوانی روبرو شد. در اینجا اصغر قنچی از فعالان معروف صنعتی در بخش خودروهای سنگین به میدان آمد و با تعویض موتور کشنده های ماز با نمونه های ماک ساخت آمریکا خون تازه ای در رگ های یگان های ترابری نزاجا تزریق کرد. به هر تقدیر و با هر مشکل 8 سال جنگ گذشت، ولی درس های آن به قیمتی بالا در ذهن فرماندهان ایرانی باقی ماند. تلاش برای رسیدن به کشنده های بهتر. در ابتدای کار بعد از تمام شدن جنگ، یکی از گزینه‌های در دسترس در آن زمان یکی ارتقاء کشنده‌های موجود از قبل مثل برنامه ببر 400 بر اساس طرح ماز 537 و دیگری بهره‌برداری از کشنده‌های موجود تجاری در بازارهای جهانی بود که صنایع دفاعی و نیروهای مسلح به نوعی ترکیبی از هر دو روش در این بخش استفاده کردند. یه سامانه باور 373 به اسم ذوالجناح. با پیشرفت کارها در بخش دفاعی و خصوصاً اضافه شدن بخش موشکی، نیاز به کشنده ها در کلاس های مختلف بیش از پیش افزایش پیدا کرده و نیاز به کارهای ریشه ای تر در این بخش احساس شد. از جمله طرحهای بومی در بحث کشنده های موشکی می توان به سری ذوالجناح اشاره کرد که امروزه نسل جدید برای حمله سامانه باور 373 مورد استفاده قرار می گیرد. اما در بخش تخصصی برای تانک ها شاهد یک حرکت خوب از طرف نزاجا بودیم.
تانکبر کیان 700 ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید روز شنبه 18 آبان، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از این فرماندهی رونمایی شد. این تانکبر با قدرت موتور 700 اسب بخار و قدرت کشندگی 200 تن قابلیت حمل دو دستگاه تانک 60 تنی را بر روی کشنده فوق سنگین سلیمان 3 دارد. وزن تانکبر کیان 700 17700 کیلوگرم بوده و تعداد محورهای آن 3 به علاوه 1 و 12 دنده است. این تانکبر توان حمل همزمان دو تانک اصلی میدان نبرد را به وزن حدودی 60 تن برای هر تانک دارد. در دنیای امروز مرسوم نیست که یک تانکبر به طور همزمان دو تانک آن هم در این توناژ وزنی را با خود حمل کند، ولی در هر صورت این مهم توسط کیان 700 ایرانی قابل اجرا است. کشنده آمریکایی M1070 تانکبر اصلی عملیاتی ارتش آمریکا مدل M1070 ساخت شرکت اوشکوش آمریکا است. این تانکبر سنگین آمریکایی از موتوری با قدرت 500 اسب بخار بهره برده و میتواند در نهایت تا 80 تن بار را حمل کند. این کشنده توان حمل یک دستگاه تانک آبرامز را به راحتی دارد و البته در مقایسه با کیان ایرانی در رده‌های پایین‌تری در بخش قدرت موتور و توان حمل قرار می‌گیرد. این تانکبر آمریکایی از 5 دنده اتوماتیک بهره برده و وزن آن در حدود 18590 کیلوگرم است. این خودرو به کشورهای عراق، مصر، عربستان، امارات، مراکش، اردن، عمان و انگلیس نیز صادر شده است.